سلام، وقت بخیر. وقت شما هم بخیر، احوالات همه چیز خوب را. قربان شما، مرسی، ممنونم. همه چی امن و امان آقا؟ آره، همه چیز امن و امانه. خیلی هم ممنونی که دوباره. لهستان قرنطینه اید یا نه؟ و قرنطینه یک چند روزی هست که یک کم قوانین رو آسان‌تر گرفتم، مثل قبل دیگه سختگیرانه نیست، ولی خب باشگاه همچنان تعطیله. هنوز درگیر اون باریو تایپ انگلیسی نشده اون منطقه، نه؟ اینجور که معلومه نه، هنوز این قسمت از اروپا درگیرش نشده. خب خدا رو شکر اونجا سرده فعلا. خیلی آره، سرده. همینجا که عکس‌ها رو می‌بینی خیلی سرده. خیلی سرده، متوجه هم که خیلی سرد. من همینجا هم باز اشاره بکنیم، لایف سیف خواهد شد و دوباره دسترسی دارن عزیزان که بتونن ببینن و نکات مد نظرشون و سوالاتشون رو چه توی خود این لایف چه در آینده بپرسن که بتونیم پاسخگو باشیم. خب نه تنها اگر لایو اینجا سیو خواهد شد، بلکه روی یوتیوب هم خواهم گذاشتش، روی پادکست من مثل قبل پخش خواهد شد و همچنین روی اینستاگرام. این امکان نیست که لینک گذاشتن، لینک ها هستن ولی نمیشه انتخاب کرد روشون کلیک کرد. روی بله. یوتیوب و اینها اگر که منابعی خارج از بحثمون داشتیم، اون منابع رو هم میذاریم که بقیه بتونن کلیک کنن و بهشون مراجعه بکنن روی یوتیوب. بسیار جناب طهماسبی جان، من با یه سوالی بخوام حالا بحث رو آروم آروم شروع بکنم. این که مدتی هست و البته مدت که حالا قابل توجه هستش، این که در مورد ورزش کردن شک و شبهه هایی داریم نسبت به این که میام ورزش رو در کنار نوع رژیم صحبت میکنن و علاوه بر اون یک سری آیتم هایی رو میارن که میگن که اگر شما ورزش بکنید به مشکل برمیخورید، دچار استاپ وزنی میشید، دچار خیلی از واژه هایی که شاید پسندیده نباشه. و میخواستم واقعیت این رو بدونم، چون ببینید ما خب بیشتر روی بحث تغذیه و کیفیت مکرونوتریئنت ها، درشت مغذی ها و مایکرونوتریئنت ها، ریز مغذی ها صحبت میکنیم و تاثیراتشون روی هورمون های بدن. یعنی دقت اصلیمون مخصوصا توی پیج کیتو ایران روی بحث تغذیه هست. اما شمایی که در مورد ورزش، خب من همونجوری که توی پیجتون دیدم خیلی ورزش های جالبی هم میکنین، مخصوصا اینکه خب توی سرما شرایط مختلف. میخوام ببینم واقعا شما با توجه به اینکه میدونم رژیمتون هم کیتو کارنیور هستش تقریبا، یا حالا کارنیور بازم تاکید میکنم کارنیور، و با توجه به این شرایط اذیت میشین چه اصلا ورزش خوبه بده؟ اول میخوام نظر شخصیتون رو بدونم و بعدش در ادامه بتونم که دلایل رو حالا کاملتر از دیدگاه شما و حالا یک مقداری هم اندک سوادی که من دارم از دیدگاه من هم یک سری چیزا گفته بشه. خواهش ممنون. از آخر شروع میکنیم میریم به اول. اینکه ورزش خوبه یا بد، طبیعتا هر فعالیت بدنی رو که شروع بکنیم کمی بدنمون رو با چالش روبرو بکنیم، از توی خونه بیرون بیایم، محیط بیرون بریم، فعالیت بکنیم، فارغ از کاهش وزن برای ما مزایای دیگه ای داره که اون مزایا هم میتونه قابل مقایسه با چند کیلو کم یا زیاد شدن هم نباشه. به اصطلاح VO2 max یا نرخ مصرف اکسیژن رو بالا میتونه ببره، عضلات رو بهبود میده که اینها میتونه کیفیت زندگی رو بهبود ببخشه، کیفیت دستگاه عروقی تنفسی رو بهبود ببخشه، به اصطلاح فیتنسشون و تناسبشون رو بهبود ببخشه. و خب اینها فایده های ورزش محدود به کاهش وزن نیست، و کاهش وزن هم خواهد آورد اما نه مطابق اون باور قدیمی کالری این کالری اوت، کالری دریافتی کالری خروجی. طبق این نیست دقیقا، کالری هم اهمیتی داره. من قبلا خیلی کالری رو کم اهمیت تر میدیدم، ولی حالا ذهنم نسبت بهش بازتر شده. بلکه با افزایش میزان مصرف انرژی و مصرف انرژی پایه هست که ما میتونیم این رو بهبود ببخشیم.
و اینجا هم یه گریزی بزنم به لایوی که در هفته در چند هفته گذشته با هم داشتیم، شاید ماه گذشته. ما در مورد ریشه بیمار شدن و چاق شدن و شیوع بیماری های مزمن صحبت کردیم که همینجور که شما فرمودید ریشه اصلی همه اونها، نقطه مشترکشون مقاومت انسولینی بود، و ما میخواییم برداشت رو به طوری پیشنهاد بکنیم که این شرایط مقاومت انسولینی رو هم بهبود ببخشه. و بعد قضیه کاهش وزن که بعضیا خیلی نگرانش هستن، که این واژه هم در موردش با هم صحبت کردیم، استاپ وزنی، که حالا از دید یه مترجم که شغل اصلی من هست به این جوارت میشم، خود ساخت واژه خیلی واژه بد ساختی هست. ما خب خودمون توی فارسی توقف داریم، چرا ما بیایم حالا استاپ وزنی رو به کار ببریم؟ خود واژه اول که خیلی بد شکل و ناپسند هست، و بعد یه عنصر بیگانه و خارجی هم داره، در صورتی که میتونیم بگیم کاهش وزنمون متوقف شده، وزنم کم نمیشه، خیلی راحت میتونیم این رو بیان بکنیم. حالا گذشته از اون، من از لحاظ فنی و از لحاظی که به این بحث مربوط هست، ما همینجورم هم که هم تاکید من هست، هم تاکید شما هست، و هم تاکید خیلی از صفحه‌های کتویی، تاکیدمون این نیست که وزن کم بشه، عددی که روی ترازو هست کم بشه، بلکه اول تاکیدمون بر سالم شدن هست، و کاهش وزن هم باهاش میاد، و اگر هم افزایشی باشه ما اون افزایش رو میخواییم در قالب افزایش ماهیچه و عضلات باشه، نه به صورت افزایش میزان چربی. این به طور کلی چیزی هست که در این زمینه میخواستم بگم، که ما میتونیم یه برنامه ورزشی رو بگیم که با تمرکز بر بهبود مقاومت انسولینی باشه. حالا این مقدمه من بود، شما اگر فرمایش دارید بفرمایید. ببینید، من همین الان همزمان با صحبت شما یه کامنتی رو دیدم، یه نظری رو دیدم، میگم ورزش التهاب‌زاست. خب اگر ورزش التهاب‌زا هست چه جوری میتونه به ما کمک بکنه؟ التهابات از عوامل اصلی مقاومت به انسولین در بدن هست. این سوالیه که خیلی ها میپرسن، و واقعیت چه جوری میشه ورزش هم التهاب‌زا باشه هم خوب باشه؟ این رو اگر یه مقدار در موردش توضیح بدین، چون من میخوام یه جنبندی نهایی در مورد حالا هم این سوال ها، هم دیدگاه شما، و در نهایت حالا ادامه صحبت ها داشته باشیم. برای همین این چجوری امکان پذیره؟ چرا پس اینجوری که ورزش چیز بدیه که ورزش میشه دشمن سلامتی این وقت؟ ورزش رو که در نظر میگیریم باید ما دو فاز رو در نظر بگیریم، یکی زمانی که خود ورزش رو داریم انجام بدیم، زمانی که داریم خودمون رو با چالش روبرو میکنیم و به بدنمون فشار میاریم، و زمانی که داریم استراحت میکنیم. یقینا اگر ورزش به صورت مزمن باشه، اعتیاد به ورزش هم باز خوب نیست. اگر ما هر روز بخوایم یه ورزش خیلی شدید رو انجام بدیم، میتونه این و بهش این اجازه رو ندیم که خودش رو بازیابی بکنه، ما این ریسک رو متحمل میشیم که دچار التهاب هم بشیم. اما اگر که ما ورزش که میکنیم، کاری که به همون اندازه ورزش مهم هست، و خب خبر خوب هم این هست که اون کار استراحته، اون رو هم باید انجام بدیم. این فاز دوم هم بسیار مهمه که ما به بدنمون این فرصت رو بدیم که خودش رو بازسازی بکنه. ما اگر که توی یه دوره ورزشی، توی یه تمرین یا یه سری تمرینات پشت سر هم بدنمون رو دچار چالش میکنیم، بهش فشار میاریم و تارهای عضلانی رو پاره میکنیم، باید یه زمانی بهش بدیم. الان بدنمون رو کوفتیم، بعدش قراره بله. که بسازیم. اون توی استراحت همه مبانه نه واقعیت، چون این واژه ها معناهاشون با هم خیلی متفاوت، شاید در لحظه فکر کنیم یکسانه، ولی کن که این دقیقا واژه گفتن دقیقا چیزیه که اتفاق میفته، واقعا کوبیده میشن، واقعا این مایه درگیر میشن، و با هم این فشاری که به هم میاد دقیقا انگار که کوبیده میشن. خیلی قشنگ گفتی، واژه جذاب بود، جالب بود، مرسی. و بعدش توی فاز بعدی هست، توی اون استراحت هست، که اینها بازسازی میشن و از قبلشون هم قوی تر میشن. ما اگر که این فرصت رو بهش ندیم، فقط ما داریم آسیب میزنیم، آسیب میزنیم، آسیب پشت آسیب، و هیچ وقت به عضلاتمون اجازه بازسازی نمیدیم، هیچ وقت به
بدنمون اجازه احیای خودش رو نمیدیم. و اگر اینجور باشه میتونه التهاب زا باشه، و این رو هم در نظر بگیریم زمانی که ما ورزش میکنیم داریم به بدنمون استرس وارد میکنیم، زمان ورزش اینه. ولی اتفاقی هم که بعدش میفته مهمه که بدن میاد خودش رو بازسازی میکنه و میدونه که داره با قرار هست با چه فشارهایی مواجه بشه، میگه من اینجور فشار رو متحمل شدم، سری بعدی میخوام قوی تر بشم که اون فشار دیگه من رو اذیت نکنه. توی این مدت خودش رو میسازه و بعدش ما دوباره فشار بیشتر از قبل بهش میاریم و بعد با اون فشار جدید دوباره خودش رو باید وفق بده و قوی تر از پیش بشه. خب بس حالا این بحث استرس رو اشاره کردیم. خب ما یک سری افراد رو داریم که افرادی هستن که از لحاظ تایپ فوق کلیه مستعدتر هستن، یا به اصطلاح آدرنال فتیگن، یا به اصطلاح کرونیک استرس، یا استرس های مزمن علاوه بر حالا این بحث ورزش درشون وجود داره. این افراد چی؟ این افراد باید ورزش بکنن یا نه باید طبق حالا تصمیمات و طبق توضیحات پیج ها هیچ کدوم از اینها رو نداشته باشن، هیچ محرکی رو نداشته باشن و فقط افقی هر روز توی تخت استراحت ویژه بکنن؟ این سوال اصلیه که من از همه عزیزان دارم و بارها بارها چون این رو به ما میگم و واقعیت برای من یه علامت سوال هستش که چجوری میتونه فرد کالوریه رو دریافت بکنه هیچ فعالیتی هم نکنه، مثل یه ماشینی که تو پارکینگ حالا هی بنزین بریزیم توش اون برم بنزین ریزی داشته باشه. حالا بدن ما اینجوری نیست، بدن ما ذخیره میکنه نشون. این رو هم نظرتون رو در موردش بگیم و من روی صحبت های شما یک سری نکاتی که به ذهن اومد رو اشاره بکنم. چیزی که به ذهن من میرسه اگر کسی دچار کرونیک فتیک هست، اینکه خستگی مزمن داره، باید یکمون عوامل زیرزمینه ای بهبود پیدا بکنه. این کمک میکنه که ورزش هم براش مؤثرتر بشه. ولی این رو هم نمیتونم به این سادگی بپذیرم که اگر کسی دچار استرس مزمن باشه ورزش میتونه شرایطش رو بدتر بکنه. وقتی که ما دچار استرس هستیم یه سامانی به اسم fight or flight، جنگیدن یا فرار کردن، در ما فعال میشه. و ما اگر یه اقدامی انجام بدیم، چون که ما استرس هایی که توی زندگی روزمرهمون باهاشون روبرو میشیم عمدتا استرس هایی نیستن که در گذشتگان ما در اثار گذشته باهاش مواجه بودن، اینجوری یه پلنگ دنبالشون بزنه و اونها بخوان در برن. یه تلفن زنگ میخوره، بعد ایمیل میاد، یه کار جدید میاد، یه نفر یه ایمیل عصبانی بهمون میده، یه نفر یه جای کار رو خراب انجام دادیم، باید یه کاری رو درست بعد باید اون رو اصلاح بکنیم. همه اینها همینجوری که روی صندلی نشستیم توی خونمون هستیم، همه این کار داریم با این استرس ها مقابله میکنیم. یعنی ما یه سیستم فرار یا جنگیدن داریم که اون اصلا همیشه داره چیز میشه، داره فعال میشه، داره تحریک میشه، ولی ما اقدام فیزیکی در برابرش جانم میگم داره شرایط رو آنالیز میکنه، در از همون میگه سیستم عصبی فایت اور فلایت داره فعالیت میکنه، همش داره آنالیز میکنه محیط رو و بهش پاسخ داره نشون میده، حالا اونجوری که ما در نظر میگیریم. آره، و ما مدام تحت استرسیم بدون اینکه بخوایم اقدامی در برابرش بکنیم. ولی ورزش که میکنیم یه جوری ما بدنمون رو گول میزنیم که اون فراری رو که باید میکردم انجام دادم، اون جنگی رو که باید میکردم انجام دادم، و بهش کمک میکنه که اون استرس ها رو بیاره پایین. این دیدگاه من هست، شما هم حال دیدگاهتون رو بفهمه. خب من حالا یه مقدارم از این تایم این دفعه واید گذاشتم، یه مقدارم از این تخته قرار استفاده بکنم. اول من دیدم بازی چند تا کامنت تو این بین اومد که شروع شده، تازه شروع شده، هفت شب یک رو برفته، لایف سیف میشه، اوایلش رو میتونیم ببینیم. به عمده سوال هایی که حالا قرار هست در مورد بحث سلامت ورزش، سلامتی و اینکه آیا با رژیم ها تداخل داره نداره یا مثلا ما باید چی کار بکنیم قرار صحبت بکنیم تا بتونیم یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدیم. من توی صحبت‌های شما جان طهماسبی یه چیزی دیدم، حالا گفتین یک مقداری حالا دیدگاه عوض شده ولی کماکان روی بحث کالری این کالری اوت یه مقداری شاید هنوز اون دیدگاه قبلی نیست، اما خب اینو که من هم نظرم هست. اما اگر بخوایم
حالا من یه مقداری ریاضی ترش بکنم، شاید جالب تر باشه برای افراد، یه ذره جذاب تر. ما بارها صحبت کردیم، گفتیم توتال میاد توی آره توی البته که دیده نمیشه، ولی کن که بذارید اینجوری بگیم، مثلا یه ذره بزرگتر، مثلا ماژیک آره پس اوکی، میگه کل انرژی مصرفی ما، توتال انرژی اکسپندیچر ما شامل متابولیسم پایمون هست، بی ام آر ما هست، به علاوه بذارم باید جمع‌تر بنویسم چون اینجوری، به علاوه ای تی. این ای تی به نظر من یکی از اصلی ترین مسائلی که اومدن اینجا حسابش کردن، اکتیویتی ترموجنسیس، یعنی ما با فعالیتمون یک سری گرما هم هدر میدیم، این در نهایت بر واحد کالری، این بر واحد کالری هست. به علاوه نیت که دیدم تو لایو قبلی تو صحبت هم کرده بودین، نان اکسرسایز اکتیویتی ترموجنسیس، یعنی اینکه ما نشستیم اینجا دمای بدنمون 36 37 درجه است، پایین‌تر بیاد اصلا بدنمون به هم می‌ریزه، بالاتر بره دوباره آنزیم ها به هم می‌ریزه و دمای اپتیموم فعالیت بدنمون هست. به علاوه TEF thermogenic effect of food، یعنی ما غذا می‌خوریم باید یه هدردهی اجباری هم از انرژی داشته باشیم. ورزش میاد توی دسته همون AT، یعنی تکلیف میزان کالریش مشخصه، یعنی میگن شما این مدلی که ورزش میکنی قراره انقدر کالری بسوزونی، هدر بدی، اکسپندیچر یعنی مصرف کنی. این تا اینجا میخوام یه مقداری این بحث پیچیده رو یه ذره با فیزیک جالب ترش بکنم. پس بنابراین یک واحد کالری برای این اکتیویتی ترموجنیسیس ما در نظر میگیرن به کالری و میان برای توی کتاب‌های مختلف مثل کراس میان دستبندی میکنن ورزش‌های مختلف، فعالیت‌های مختلف رو میگن مثلا نیم ساعت فلان کار رو انجام بدی انقدر کالری می‌سوزونی، میری روی تردمیل می‌بینی اون تردمیل بنده خدا میگه با این سرعت که دویدی این مدت زمان شده، مثلا این مسافت رو رفتی شده انقدر کالری، پس یه چیزی رو داره حساب می‌کنه که دقیقاً این هست. این یک آیتم. نکته دوم، من همیشه میگم اونایی که اضافه وزن دارن چاق‌تر هستن، ورزشکارترن، یعنی من به اندازه کسی که 30 کیلو 40 کیلو اضافه وزن داره ورزشکارتر ندیدم. حالا همه میگن تارومسری دیوونه شده، چی داره میگه؟ میگه که فیزیک دوم دبیرستان، میگه که F نیرو مساوی با M A. این واژه ها رو اونایی که حالا تحت نظر ما هستن زیاد باهاش نمیدن، فیزیک هم درس میده. میگه نیرویی که به بدن شما وارد میشه مساوی است با جرم شما در شتاب، حالا شرایطی که هست برای ماشین فرق می‌کنه، برای ما شتاب گرانش زمینه، یعنی جرم 9.8. پس این عدد ثابته، این عدد ثابته میمونه جرم. حالا اینجا میخوام بیام برسم به اون حرف قشنگی که زدید، استاپ وزنی. جرم ما شامل چیه؟ جرم ما دوستان اگرم دیده نمیشه من دارم توضیح میدم، فقط به جهت اینکه خودم هم یادم نره. جرم ما شامل، من چند تاشو میگم شما هم هر چی تو ذهنتون هست میگید، من میگم چربی هست، ماهیچه ها هستن، آب بدن هست، وزن امها و احشا هستش دیگه، وزن عضلاتمون، عضلات رو نوشتم، ماسل رو نوشتم، وزن مواردی که کاری انجام نمیده مثل ناخون، مو، به هر حال تأثیر داره، درست میگم یا نه؟ داریم جرم حساب میکنیم دیگه، دیگه همه اینها دخیله، درسته؟ بله، توی سیستم گوارشمون ویستایی که باید خارج بشن، یه حدودهایی که هستش. خب جرم ما شامل این موضوع هاست، از هر کدومش کم بکنیم این ذریب پایش پیدا میکنه. حالا اونی که میگه من دوچار استاپ وزنی شدم، آیا مطمئنه که مثلا استاپ کرده یعنی چربی از دست نداده، یا چربی چه اتفاقی، ماهیچه چه اتفاقی، آب چه اتفاقی افتاده، یا اونی که خیلی با افتخار میگه کاهش چقدر بگیم یه ذره عدده 15 کیلو در یک ماه، 15 کیلو گرم در یک ماه، کدومش رو قراره از دست بده؟ این سوالیه که من دارم، چه کدومشه؟ آیا فرد میره چک میکنه؟ آیا فرد از دستگاه بادی کامپوزیشن استفاده میکنه؟ آیا فرد از دستگاه دگزاسکن استفاده میکنه؟ از روش های مختلف استفاده میکنه؟ یا نه فقط میره صرفا هر روز رو ترازو، اگر چک میکنه یک بس، اگر نه میره روی ترازو میبینه این امه کم شده،
که حالا بعد میرسیم این که کی ورزشکارتره چرا. اگر می روی این امه و عدد ترازو رو میبینه، این افه در اصل روی ترازو همون بیت رو نشون میده، وزن رو نشون میده، توی گرانش داره ضرب میشه، داره نشون میده. خب شاید از ماهیچه از دست داده، شاید اصلا ثابت مونده ماهیچه از دست داده، چربیش زیاد شده، شاید آب بدن از دست داده، ماهیچه زیاد شده، شاید مواد دفعی توی سیستم گوارشیش زیاد شده، هنوز دفع نکرده، ماهیچه‌اش هست. هزاران احتمال هست، هزاران احتمال هست. همزمان شما بچینین 1 2 3 4 5 6 تا، هر کدومش هم ممکن هست اتفاق بیفته. جایگش بکشیم توی ریاضیات میبینیم که خب یه عالمه احتمال، 2 به 2 3 به 2 2 به 2، همه 6 تا با 6 تا با. خب پس بنابراین استاپ وزن، ما هدفمون این هستش که هیچکی نمیخواد آب بدنش کم بشه، نه قسمتی از بدنش کم بشه، همه میخوان این چربیه رو از تنش خلاص بشن. پس هدفمون اینه که افت رو کاهش بدیم، این تایم این هدفمون. اما توی این قسمت گفتیم اونایی که اضافه وزن بیشتری دارن ورزشکارتر از همه. دوباره قانون فیزیک داره، میگه نیرو ضرب در جا به جایی مساوی کار یا انرژی که هدر میره. یعنی کسی که 30 کیلو اضافه وزن داره، هر سانتیمتر و متری که جا به جا میشود کار بیشتری انجام میدهد. حالا میان همین رو توی بیمار اون فرد حساب میکنن که میشه توتال انرژی اکسپندیچرش، یعنی میزان انرژی که از دست میده. پس بنابراین یه مقدار این کالوری این کالوری اوت، من حالا به جهت اینکه بخوام اصلاح بکنم، قابلیت توجیه درست داره، بشن اینکه درست ببینید اینکه چه مدل کالوری این چه مدل کالوری اوت، ولی به هر حال کالوری این کالوری اوت و نقصان کالوری. پس بنابراین اگر بخوایم نگاه بکنیم، افرادی که اضافه وزن زیادی دارن ورزشکارترن، انرژی مصرف انرژیشون بیشتره، باید غذای بیشتری هم بخورن، همه اینا حساب میشه دیگه. میان دایره کیتوژنیک رو، من همزمان دارم صحبت میکنم این رو هم پاک میکنم که دوباره نوپاک میکنم، میان دایره 70% 20% یا 25% کیتوژنیک و 5% یا 10% کاربوهیدرات رو میچینم، میگم بر اساس کالوری برید این میزان چربی و کربوهیدرات و پروتئین بخورید. پس در نهایت رژیم کیتوژنیک که این همه میگم، من در مورد کیتوژنیک حرف دارم الان فعلا نظر بدم، این همه میگن که کالوری مهم نیست، دایره اصلی این رژیم کالوریه و چجوری میشه گفت مهم نیست. پس بنابراین یه دو تا چهار تای ساده میتونه که ما رو متوجه بکنه که داریم چی کار. این تا اینجا. اما در مورد این موضوع بخوایم صحبت بکنیم که افرادی که ورزش میکنن و اصلا تو بدنشون چه اتفاقی میفته، این برای من خیلی مسئله مهمی هست. ورزش کردن، شما یک بارم به من گفتی گام اول خیلی مهمتره تا اینکه اصلا هیچ کاری نکنید. شما وقتی که شروع میکنید به فعالیت بدنی، بدن شما نیاز داره همون ATP که نوشتم، اکتیویتی ترموجنسیسش رو ببره بالا به هر. پس بنابراین باید این انرژی رو بسوزونه. اما از کجا بیاد؟ یه مقدار شما غذا خوردیم، این خوبه، از اون استفاده میکنه. یک مقداری شما ذخیره داریم، این ذخیره ها هم الکی ذخیره نشدن، یه حکمتی توش بوده که ذخیره شدن. پس بنابراین میان این ذخیره ها استفاده میشه. ذخیره های اصلی بدن ما گلوکوز که به صورت گلیکوژن و چربی ها هستش، به صورت حالا لیپید هایی که وجود داره، فتی اسید ها، اینها قراره که توی فعالیت بدنی بیان کار بکنن و شرایط رو ببرن جلو و ما انرژی داشته باشیم بتونیم فعالیت بکنیم. این رو همیشه در نظر داشته باشیم، بدن هر کاری میکنه که شما زنده بمونید، یعنی تا آخرین لحظه تمام شرایط هورمونی و به اصطلاح بهش میگه هموستازی، یعنی ثبات شرایط بدن، هورمونی بدن، خون، همه جاهای بدن که فعالیت میکنه، تنفس، قلب، هر کاری میکنه که شما زنده بمونید. شده از یک سری چیزای غیر حیاتی میزنه که شرایط حیاتی شما جلو بره. اما در مورد اینکه توی بدنتون چه اتفاقی میفته، من بذارید ببینم یه ذره باید الان تغییرات ایجاد بکنم، یک لحظه میخوام روی این نشون بدم، حیف رنگیشو نبینید. اوکی، فکر کنم این بهترین حالتیه که الان همه بتونن ببینن، درسته؟ آره. ببینید
داره بهمون چی میگه؟ اینجا اومده یه نمودار گذاشته، میگه اون مسیرهایی که زرد هستش، میبینید زرد و قرمز، میگه زردها بر اساس رژیم های فت دایت هستن، یعنی مسیر، این خیلی مرتبط به شرایط ماهیچه، ورزش و رژیم پرچرب. میگه توی رژیم پرچرب این مسیرهای زرد بیشتر اتفاق میفته، توی ورزش کردن این مسیرهای قرمز بیشتر اتفاق میفته. اما چه اتفاقی هست؟ سمت این ور، این سمت اکسیداسیون گلوکوز، یعنی شما وقتی که گلوکوز میخورین یا قند یا همون گلیکوژنی که توی بدنتون هست و ذخیره شده که گلوکاگون آزادش میکنه، قرار از این مسیر بیاد بره توی TCA سایکل، یعنی مسیر انرژی زایی شما و ساخت ATP انرژی، و این یکی مسیر، مسیر اکسیداسیون هستش، یعنی اکسیداسیون چربی، و این چربی های شما قراره بیان برن به این مسیر، یعنی به بحث انرژی زایی شما برسن. پس اومده این سلولی هم که میبینید سلول ماهیچه است، اومده میگه که شما وقتی که کربوهیدرات دارین و چربی دارین و رژیم پرچرب میگیرین، این کارها، این اتفاقها میفته توی بدن شما، و علاوه بر اون اینکه با فعالیت بدنی موضوع بیشتر و کمتر هم میتونه بشه. ببینید وقتی که شما قند دارید توی بدنتون، من اینجا از من میپرسن ما چیت کردیم چی کار بکنیم؟ خب شما اولین کاری که قراره بکنین اینه که سطح انسولین رو بیاریم پایین. چه جوری؟ با کاهش کربوهیدرات ها قراره بیاریم پایین. صدای من اوکی هست میاد؟ آره صداتون عالیه. اوکی. قراره با کاهش کربوهیدرات ها و سوزوندن ذخایر گلیکوژنی این کار رو بکنیم. ذخیره گلیکوژنی شما باید اول بشه گلوکوز. پس بنابراین شروع میکنیم فعالیت بدنی جدا از اینکه کربوهیدرات رو میگیریم پایین. گلوکوز شما میاد. وقتی نگاه میکنیم خیلی جالبه، میگه که برای اینکه گلوکوزهای شما بخواد بسوزه، به دو تا از این مسیرهایی که نارنجی رنگ هست، یه مقدار با رژیم، الان گفتم کربوهیدراتو بیاریم پایین، یعنی رژیم پرچرب بگیریم کتوژنی، وابسته هست تا این مسیر توسعه پیدا بکنه. اگر نگاه بکنین نارنجی کم رنگ هستش، یعنی اینکه شما کرب رو باید بیاریم پایین، چربی رو بخورین. گلوکوز شما میاد میرسه به این مسیر که قرار شد انرژی زایی انجام بشه اینجا. اما وقتی بالاش رو نگاه میکنیم و خود مسیر رو نگاه میکنیم، همه قرمزن. حالا میرسم به این ورا که قرار چربی استفاده بشه، اینجا همه قرمزن، هیچ استثنایی نیست. یعنی میگه تماما به ورزش هم ارتباط خیلی زیادی داره، یعنی برای اینکه این گلوکوز بسوزه و حالا این مسیر هم دوباره میاد به اینجا، میخواد برسه برای ساخته شدن ATP, NADH, NAD, FAD2، همه این موارد، کاری نداریم اسمشون چی هست و چی کار میکنن، بیاد برسه به اینجا و نیاز داره که یک فعالیتی انجام بشه، یعنی یه دیمندی رو باید ایجاد بکنیم، یعنی ما باید یک نیازی رو برای بدن ایجاد بکنیم. این نیاز میتونه ورزش باشه، فعالیت‌های خود بدن باشه و خیلی از موارد دیگه. پس بنابراین فرد میپرسه من چیت کردم چیکار کنم؟ اولین کار اینه که میتونی ورزش بکنی، این قسمتت رو پوشش بدی که گلوکوز عمدتاً چیت کردنشون با خوردن کربوهیدرات ها و گلوکوز آزاد توی خون هست. اما این ور وقتی که فرد رژیم پرچرب گرفته، میایم نگاه میکنیم اون مواردی که نیاز هستش، نارنجی هایی که هستش، میبینیم هر چقدر پررنگ تر میشه نارنجی ها، یعنی اینکه به فعالیت بدنی بیشتره، نیازش بیشتره. میبینیم مسیرهای ورودی چربی ها از خون به سلول ماهیچه نیاز به فعالیت بدنی داره. خیلی ها از من میپرسن آقا من میخوام لاغر شم چیکار بکنم؟ دفعه پیشم صحبت کردیم، گفتیم خب اول برو ورزش بکن، ببین تغییری توی درصد چربی ایجاد میشه، توی بدنت ایجاد میشه یا نه. پس بنابراین ما وقتی چربی رو آزاد میکنیم توی خون برای ورود ماهیچه ها، نیاز بیشتری به قسمت نارنجی یکی مونده به آخره به فعالیت بدنی داریم. علاوه بر اون یک سری مسیرها رو داریم که باید با خود چربی ها فعال بشه. میشه میاد همه این مسیرها میاد، میرسه به واژه بتا اکسیداسیون. دیده میشه؟ آره خود واژه میرسه به واژه بتا، میرسه به واژه بتا اکسیداسیون. الان فکر کنم عالی. این بتا اکسیداسیون یکی از مواردی که میخواد HID که داره با ورزش فعال میشه. قرمز پررنگ یعنی ورزش، فعالیت بدنی. پس بنابراین برای تبدیل شدن، یعنی اکسیده شدن، یعنی چربی شما با اکسیژن ترکیب بشه و بسوزه به انرژی تبدیل بشه، ما اصلا با کتوژنسیس کاری نداریم، ما با کتوژنیک کاری نداریم،
این شرایط خود مستقیما چربی ها بخوام بسوزن میاد و پس نیاز به یک فعالیت بدنی میاد، استیل کوها میشه، دوباره که میخواد بیاد توی چرخه تی سی ای برای تبدیل شدن به انرژی، دوباره میبینیم مسیرهای سی یک، سی دو، سی سه، سی چهار، سی پنج که یونها با بینشون بازی میکنن نیاز به فعالیت بدنی داره، فعالیت داره. در اصل وقتی این موضوع رو ما نگاه میکنیم میبینیم که فعالیتی که بذارید یه چشمون رو استراحت بدیم ادامه دارد، شاید حالا شاید هم نداشت ببینیم بسته به صحبت کجاست. پس بنابراین این حالا این عکسش رو سعی میکنم بذارم، ولی که اینکه بحثی که میخوایم اشاره بکنیم اینه که پس بنابراین چه شما رژیم پرچرب باشید، کم کربوهیدرات، رژیم X, Y, آب، Z، کارنیور، پالئو، کالوری شماری، هر مدل رژیمی که میگیری شما دوتا سوخت اصلی داری که میخوای توی ماهیچه که پوره اصلی انرژی زایی بدن ما هست رو داشته باشی و لاغر بشی و چربی ها رو ورود بدیده ماهیچه ها و درصد درصد چربیت کاهش پیدا بکنه برای کاهش وزن، یکی از اصلی ترین عواملش ورزش. ما بارها گذشته ها توی لایف های قبلی اشاره کردیم که یک مثلث، یکیش تغذیه است، یکیش استراحت، یکیش ورزشه. این اهمیت ورزش رو نشون. حالا افراد میان میگن کیتوژنیک بهتره پس نباید ورزش بکنیم. نه، شما حتی اگر شرایط کیتوژنیک هم دارید باید ورزش بکنید. و شما جدا از بحث این که بدنتون توانایی ساخت کیتون رو داره، میتونید مستقیما از چربی خودتون استفاده بکنید توی ماهیچه‌هاتون به جهت رشد بهتر ماهیچه‌ها. که کماکان میدونیم ماهیچه‌ها دریچه، اگر توی این اسلایدی که نشون دادم میدید دقت میکردین، دریچه گلوکوز گلوتفور بود. ماهیچه‌ها همگی این دریچه رو دارن و گیرنده انسولینه و ماهیچه‌ها بسیار بسیار با رشدشون میتونن مقاومت به انسولین رو کاهش بدن یا به اصطلاح حساسیت به انسولین رو افزایش بدن. به نظر من ورزش اگر در کنار رژیم نباشد اون نتیجه واقعی رو افراد نمیتونن بگیرن. و من فقط با همین یک عکس سعی کردم خلاصه بگم که چه چیت میکنین چه نمیکنین، چه هر مدل رژیم میگیرین، ورزش واجب است، واجب هست. و علاوه بر اون من یک اشاره کوچیکم اینو میکشم ولی بعد از صحبت شما بهش اشاره میکنم که یادم من صحبت نکردم. یه این شرایطی رو داشته باشیم، یه استارتی، یه ریکاوری، یه شرایطی که این تایم باشه، این هم حالا سختیش باشه، حالا ای باشه، فرق نمی‌کنه. اینو من بعدش توضیح میدم که چی هستش، حالا صرفا پشتم باشه. من در نظرم اینه که این ورزش رو حتما حتما افراد انجام بدن. و اینکه پرسیده بودن التهاب‌زا هست یا نه، من هیچ جوره ورزش رو التهاب‌زا نمیدونم، به شرط این که فرد به قصد آسیب به بدنش بخواد ورزش بکنه. یعنی اینکه کارهایی رو انجام بده که بدنش توانایی نداره. همه فکر میکنم ورزش یعنی دمبل و حالا تردمیل، هالتر، خیلی از ددلیفت‌های سنگین و این رو ورزش میدن. در صورتی که اتفاقا من از قصد این فلایری که بود برای این لایو گذاشته بودیم عکس ورزش‌های مفرح رو سعی کردم بذارم که حالا با توپ و تور و خیلی موارد دیگه هستش که اینها هم اسمش ورزش هست و تعریف داره و میتونه تماما همین متریالی که اشاره کردیم رو به بدن انجام بده. بسیار عالی. حالا در مورد همین چند تا دو سه موردی که آخرش گفتی بحث رو از همونجا ادامه میدیم. حالا یه موردای خاصی رو حالا من تو ذهنم دارم که میگم فرد با ورزش شروع نکنه، شروع نکنه، نه اینکه کلا ورزش نکنه یا فعالیت بدنی نداشته باشه. اون زمانی هست که وزن خیلی زیادی بالا باشه و اگر که بخواد فعالیت ورزشی انجام بده بتونه به اون مفاصلش آسیب بزنه. یا فرد از قبل دچار پوکی استخوان هست، بهتر هست که ما تغذیهش رو اصلاح بکنیم، بعد از یه مدت به صورت تدریجی از ورزش خیلی ساده مثل پیاده روی اینها شروع بکنیم و بعد شدت ورزش رو افزایش بدیم. باز هم اگر که بگم یه دوره‌ای ورزش نکنه فقط به اون اولش مربوط هست که حالا یه مقدار از اون وزن رو سعی کنه
با رژیم از دست بده به صورت با کنترل هورمون ها، ولی برای ادامهش باید ورزش رو به تدریج اضافه بکنه. شما حرفی دارید اضافه بکنید؟ ببینید من حالا قبل از اینکه فرد حتی رژیم ببینید، یک سری افراد هستن مستعدن از لحاظ حالا فیزیک بدنشون، مشکلات مهره استخوانی، مفاصل، اینها ورزش های مخصوص خودشون رو دارن. شما حتی پیش پزشک ارتوپدشون هم میری میگه برو این ورزش ها رو انجام بده، نمیگه برو ورزش نکن. چرا؟ ببینید مخصوصا در مورد بحث سیستم اسکلتی بدن ما، ماهیچه ها به عنوان یک روکش مقاوم برای نگهداری اون در برابر ضربات میتونن عمل بکنن. پس بنابراین ورزش خیلی مهم اینجا، مخصوصا برای اونایی که پوکی استخوان دارن، آرتروز دارن، دیسک دارن و این مشکلات رو دارن. اما نوع ورزششون فرق داره. متاسفانه میگم این واژه ورزش همه فکر میکنن اون ورزش های سنگین رو ورزش حساب میکنن. نه، حتی دویدن خیلی آروم به اصطلاح جاگینگ هم میتونه نوعی ورزش باشه. به هر حال شما ضربان قلبتون میاد بالا که میشه حتی ورزش های هوازی که تو 50% ضربان قلبتون ممکنه بیاد بالا، خب عیبی نداره و باز هم تاثیرات خودش رو میذاره، تاثیرش صفر نیست، از هیچی باز بهتر هستش. بنابراین من این موضوع رو اینجوری نگاه میکنم، مخصوصا برای افرادی که حالا سن مناسب تری دارن میگم قبل از اینکه رژیم بگیریم ورزش رو شروع بکنیم، بعد رژیم بگیریم. خود این موضوع باعث میشه که بدن شروع بکنه به اینکه بدون آگاه باشه که باید اکسپندیچر بیشتری داشته باشه. از اون طرف حالا اونهایی هم که اضافه وزن زیادی دارن، باز اینجا من اشاره کردم ورزشکارترن. شاید فرد با شروع یک، ببینیم ممکنه فرد این وزنایی که میگم عجیب غریب نیست و واقعیت ما دیدیم 140 کیلو. خب 140 کیلو ناگهانی بخواد بدوه یا بخواد ورزش سنگین بکنه، اصلا آسیب فیزیکی بد میبینه. میگیم یه ذره وزن رو بیار پایین، بعد شروع بکن، حتما ورزش بکن. یکی از مواردی که خیلی حالا این الان یادم اومد وزن بالا رو گفتم، خیلی نگرانش هستن، افتادگی پوسته. خیلی هم میگن ما رژیم گرفتیم پوستمون شل شد. یکی از مواردی که اصلا پوست شل میشه اینه که اون پشت این پوست بنده خدا چیزی نیستش که اینو بگیره بکشه به سمت خودش، مخصوصا پوست شکم که ماهیچه‌ها داخل پشت سفاق هستن و باید جلو اون سفاق رو بکشن به سمت خودشون تا پوست سفت بشه. یه کامنت جالبی دیدم، و یا اونهایی که مزمن هست شرایط استرس در بدنشون و آدرنال فتیک هستن، در مورد دقیقا همینه. ببینید این چیزی که کشیدم اومده تختی، اومده بالا طی زمان و تعاریفی اینجا انجام شد. میگه که شما وقتی میخواییم ورزش بکنیم به جهت حالا نور هم افتاده، یه دونه نمودار سینوسیه، میگه شما میخواید ورزش بکنید، هر کی به توان خودش، یکی میتونه این اینتنسیتی رو ببره بالا، یکی میتونه بیاره پایین. یعنی داره یه اصولی رو تعریف میکنه در قالب چند تا آیته. میگه هر کی با توانایی بدن خودش ورزشش رو شروع بکنه، طی زمان سختی رو ببره بالا، ورزشش که صفر شد، این دو تا قسمت سینوس با هم دیگه برابره. میگه به اندازه‌ای که شما سختی دادی این نمودار رفته بالا طی زمانی که هست، باید استراحت کنید. این دقیقا اون قسمتی که ریکاوریه. خیلی ها متاسفانه، من اینجا میتونم ورزش رو آسیبزا ببینم، ریکاوری درستی انجام نمیدن، یا اونی که فوق کلیش ضعیف‌تره ریکاوری بیشتری نیاز دارد. به جای اینکه هم اندازه باشه، ممکن یه مقداری این تایمش، گفتیم نمودار محور ایکس همون تایم هست، تایمش بیشتر بشه، سخت ورزش بکنه تایم بیشتری استراحت بکنه، نه سختی ورزش رو کم بکنه تایمش مناسب باشه. بنابراین هیچ جوره نمیشه توجیه کرد که ورزش التهاب‌زا هست، ورزش باعث استاپ میشه، بلکه میشه توجیه کرد ورزش اشتباه برای افراد باعث این اتفاقات میشه، به شرطی که اینا رعایت نکنن. ممکن هست من در ادامه مثلا یه نمونه دیگه بگم، یکی اینجوری ورزش میکنه، یکی اصلا خیلی تایم کمی داره، میاد انقدر ورزش میکنه ریکاوریش هم کم، خیلی توی از این یه محور قرار میگیره، یا یکی نه خیلی سنگین‌تر توانایی بالاتری داره که همونی که اشاره کردیم گفتیم بدنش عادت میکنه، هی این میزانه میره بالاتر.
سنگین ورزش میکنه، طول میکشه تا بیاد پایین سختی ورزش تا ریکاوری میشه دوباره برگرده. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه که افراد باید دقت بکنن. در کنار ورزش که شد یکی از ذیل‌های اون مثلث، حالا ریکاوری و رستینگ از اصلی ترین مواردیه که این همه من الان بکنم 4 تا لایو پشت سرم 5 تا لایو پشت سرم این مثلثه رو میگم و دونه دونه بخوایم این ذیل‌ها رو تعریف بکنیم و اشاره بکنیم میشه همین. و این رستینگ برای ریکاوریه به جهت اصلاح اون کوفته شدن واژه رو یاد کوفته شدن این ماهیچه‌ها بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. پس آیا به فوق کلیه فشار میاد؟ به هیچ عنوان فشار نمیاد. من به جای این میگم که فرد به جای اینکه ورزش نکنه چون فوق کلیه ضعیفه، میگم ورزش بکنه، استرس ها رو دور بکنه از خودش. یکی از مواردی که ورزش های دست جمعی در روانشناسی اشاره میشه تاثیر داره اینه که فرد استرس ها ازش دور میشه. معاشرت با آدم ها استرس ها رو از آدم دور میکنه. توی یک محیط جامعه قرار گرفتن، انجام یک کار مثبت، مخصوصا مثل ورزش، فرد وقتی ورزش میکنه میگه من دارم کار مثبت انجام میدم، واسه دور شدن استرس ها میشه. که اون فوق کلیه ضعیفی هم که هست که به خاطر همین استرس ها به این روز افتاده، الان دیگه بهتر میشه. و اعصاب سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک یا همون فایت اور فلایتی که اشاره کردین، دقیقاً میفهمن که آها ما یه فعالیتی انجام شد، خب اون استرس رو خارج کردیم از بدن، حالا رست بکنیم، استراحت بکنیم و مشکلمون رفت بشه. بنابراین من ورزش رو توصیه میکنم هر کی در حد توان خودش، بهتر از اینه که با گوشی که خودش یکی از نور آبی گوشی، کامپیوتر، تلویزیون از مواردی هن که روی فوق کلیه تاثیر میذارن و باعث میشه کورتیزول افراد سطح بالاتری باشه و بدن همش فکر بکنه که تحت استرس هست و یا این رو حس بکنه که انگار روزه و همش باید هوشیار باشه و سطح کورتیزول رو بالا نگه میداره. بنابراین حتما حتما این برنامه ریزی رو برای ورزش داشته باشین و حالا شرایط سلامتی خودتون رو بتونین تضمین بکنین. این هم حالا جنبندی صحبت ها بود. در ادامه من ببخشید یه اشاره دیگه هم بکنم، اینکه بدن عادت میکنه هی به سختتر و سختترش کن، این شرایط بهش میگن هورمسیس، به شرطی که البته هورمسیس بیشتر تو تاکسیکولوژی سمشناسی شناخته میشود این واژه، ولی که در مورد ورزش میشود گفت، میگه که شما یک ماده خارجی که برای بدن یا یک شرایط استرسایی که برای بدن وارد میشه، بعد اون تا یه حدی تلرانس داره، من یه ماجی کلام داره مادر نمیشه، یه حدی تلرانس داره، اینو تحمل میکنه، بعد دیگه تحمل نمیکنه، کاملا به تخریب میرسه. بنابراین میگیم این تلرانس بدنتون رو با توجه به شرایطتون بشناسید. ما مربی ورزشمون گفته باید 50 دقیقه با وزن کار بکنی، خب وقتی بدنت نمیکشه مربی شما بدن شما رو نمیشناسه، شما که از مربیتون بیشتر بدنتون رو میشناسین، باید در حد توانتون بدون اینکه آسیبی به بدنتون بزنید فعالیت بدنی داشته باشید. این یک مثالی بود. من در ادامه سر پا گوشم. خواهش هست. و در مورد اون که گفتی مثلا میره ورزش گروهی انجام میده، افراد بیشتری رو میبینه، باز هم برمیگردیم به همونجا که همه مزایای ورزش کاهش وزن نیست. یکی از کارهایی هم که میتونه بکنه اینه که حالا وزنی هم کاهش میده، ولی همین که شما یه سری افراد رو میبینی با حتی اونها دوست میشی، هر بار که میخوای بری باشگاه و اون ورزش گروهی رو انجام بدی چشم انتظار این هستی که اونها رو ببینی، اینها چقدر هر کدومشون روی روحیت تاثیر داره. ممکنه از با اعصاب خراب و اعصاب خورد بری باشگاه و کلا بعدش که میای بیرون یادت رفته باشه که چه اتفاقی توی کار افتاد که باعث یا توی خانواده افتاد که اعصابتو به هم ریخته بود. و یه جالب یه نکته ای هم بگم، حالا عمدتا توی شهرهای آفتابی بیشتر این رو ما میبینیم، یکی رگولیتورها یا تنظیم کننده های بحث استرس ویتامین دی هست. اصلی ترین منبع ویتامین دی رو میگن خورشید، نور خورشید. حالا در اصل میشه گفت هم اکسپوژر یا در برابر نور خورشید در قرار گرفتن هستش که ویتامین دی رو افزایش میده. هر ده دقیقه حدودا 10,000 اینترنشنال یونیت یا IU ساخته میشه، که عمدتا مثلا ما دیدیم قرص 5,000 IU میخورن در این 10 دقیقه. خود این ویتامین دی باعث کاهش استرس ها و میشه گفت متعادل کردن اعصاب سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک میشه. پس بنابراین شما حساب بکنید، مثلا میگم پیاده روی در نور خورشید، من به کسایی که
میگن ما نمیتونیم ورزش بکنیم باشگاه، میگن باشه شهرتون آفتابی هستش یا شرایط تابستون و بهار تو ایران من میگن بهونه ای نداریم آفتاب هست، حتما تایم روز تی نور آفتاب ورزش بکنید، فعالیت بکنید. همین نور آفتاب خودش باعث میشه به حالا از لحاظ ویتامین دی کنار خودش هم باعث میشه که استرس ها کاهش پیدا بکنه و تماما بدن از لحاظ شرایط گردش خون، شرایط گردش اکسیژن و بحث متابولیسم و ترموجنسیس بدن بتونه بالانس بشه. و در مورد میزان استراحت، برای اینکه ما یه معیاری داشته باشیم، یه معیار خودمونی سر دستی داشته باشیم که چه مقدار استراحت توی ذهنتون داشته باشید که اون روز چند دقیقه و با چه شدتی ورزش کردین، هر زمانی که دوباره احساس کردین که نه تنها میتونین اون شدت رو دوباره باز تولید بکنین بلکه از اون فراتر برین، اون زمانی هست که به اندازه کافی استراحت کردین که هم میتونه چند روز طول بکشه، هم اگه تازه کار باشین و زیاد به خودتون فشار آورده باشین ممکنه بیشتر هم طول بکشه. درست. پس این میتونه یه معیاری بذاریم برای اینکه چه مقدار استراحت لازم هست. و در مورد اینکه الان تازه شالوده رو درست کردیم، داریم بیشتر وارد بحث میشیم، وارد هستش میشیم، اینکه توی رژیم کتوجنیک آیا میشه ورزش کرد یا نمیشه ورزش کرد. اگر من و آقای تارومسری یا هر کسی دیگه‌ای به شما یه چیزی رو توصیه میکنی که یه فعالیت به این ضروری رو نتونین توش انجام بدید و زندگیتون رو طوری بکنی که غیر طبیعی بشه، به طوری که مثلا اگر که ما در گذشته های دور زندگی میکردیم دنبال کردنش ممکن نباشه، بدونی که ما داریم یه چیزی رو اشتباه میگیم. اگر که ما بگیم که شما بیان این رژیم رو دنبال بکن اما در کنارش ورزش نمیتونی بکنی، ما اگر که نمیتونستیم بدویم، اگر نمیتونستیم اجسام سنگین بلند بکنیم، اگر نمیتونستیم فعالیت داشته باشیم، اصلا نمیتونستیم بقا پیدا بکنیم در گذشته. وقتی که این بخش فعالیت بدنی این همه بخش اساسی و حیاتی از زندگی ماست، اگر رژیم اون رو محدود میکنه بدونید که اون رژیم اشتباه هست، حالا اسمش هم هر چیزی باشه. و اگر رژیم کتوجنیک چنین رژیمی بود یا رژیم کارنیوار چنین چیزی بود یا حسب کربوهیدرات کم کردنشون یا هر رژیمی با هر اسمی، اسمش رو حالا خودتون انتخاب بکنید، هر اسمی بود، اگر اون ورزش شما رو محدود کرد بدونید که جای کار اشکال داره و اگر که تو اینجوری بود من دنبالش نمی کردم و الان بعد از این همه وقت مطمئنن آسیبی ازش دیده بودم. و یکی از تحقیقاتی که خیلی جالب هست و یکی از محققان خیلی خیلی مورد علاقه من و قابل احترام به خاطر ذهن بازی که داره، تیم نوکس هم از نویسندگان این بوده که فکر میکنم توی فیلم The Magic Pill هم که خیلی معرفیش کردم تو اون هم صحبت میکنه، اسمش عنوان مقاله هست Enhanced Endurance in Trained Cyclists During Moderate Intensity Exercise Following 2 Weeks Adaptation to a High Fat Diet. حالا عنوان رو ترجمه میکنم، فقط اینو به خاطر اینکه عزیزان بتونن جستجوش بکنن و لینکش رو هم توی یوتیوب و پادکست میذارم این رو گفتم، نه اینکه حالا بخوام بگم انگلیسیم خوب هست و اینها، ما قراره همه چیز رو به صورت شفاف و روشن بگیم. کسی که این مقاله نوشته، یعنی که از مؤلفانش هست، دکتر تیم نوکس، از کسانی بوده که به خاطر تحقیقات گذشتش کاربوهیدرات لودینگ یا دوپینگ به وسیله کربوهیدرات برای دونده ها مد میشه و بعدن حرف خودش رو پس میگیره و خودش این رو اقرار میکنه. به خاطر این هست که بهش میگم برام خیلی فرد قابل احترامی هست، چون که میتونه روی اعصاب خودش پا بذاره. توی این تحقیق نه اینکه روی کتوسیس تحقیق بکنن، فقط توی رژیمی که میزان مصرف چربی افزایش بده کرده، توی دو هفته فقط میزان چربی رو افزایش میدن، کربوهیدرات رو محدود میکنن و دقت میکنن که حتی افراد وارد کتوسیس نشن. درست. اینها رو مقایسه میکنن و توی فعالیت پرشدت تفاوت آنچنان بین دو گروه مشاهده نمیشه، اما توی فعالیت‌های کم شدت تا فعالیت‌هایی که شدت متوسطی دارن، فکر می‌کنم 75% VO max، توی اونها
نزدیک به دو برابر افزایش پیدا میشه. و جالب زمانی این اتفاق میفته که اون گروهی که 2 هفته رژیم پرچربی داشته و حتی توی کتوسیس هم نبوده با ذخایر گلیکوژن کمتری شروع میکنه، ولی چون که بدنش میتونه چربی رو متابولایز بکنه، چربی رو بسوزونه، بله. استقامت بیشتری هم داره با وجودی که بله. ذخایر گلیکوژن پایین تره. پس توی رژیم کتوژنیک میشه ورزش کرد، بهتر هم میشه ورزش کرد، و یکی از ورزش هایی که خیلی سریع تحت تاثیر قرار میگیره و بهبود پیدا میکنه، میبینید که استقامتتون خیلی راحت افزایش پیدا میکنه. توی مثلا توی این تحقیق میبینید که 2 هفته پس از یه رژیم پرچرب و کم کربوهیدرات که افراد هم وارد کتوسیس توش نشده بودن، این اتفاق افتاده. و این در مورد حالا ورزش های حوازی هست. و اینکه حالا شما اگر چیزی رو میخواین اضافه بکنین تا میترسم که من توی کامنت ها رو همزمان داشتم میخوندم، یه عزیزی حالا اشاره کردن تازه میفهمن. من برای اینکه رفرنس بدم که حتما مطالعه بکنم و دقت بکنن که علم یعنی بحث مقالات، کتاب ها و علوم دانشگاهی انقدر باز هستش که نه فقط سرچ گوگل، بلکه کتاب هایی که با کد های ISBN به عنوان رفرنس های دانشگاهی هستش، اینجا منبع صحبت های ما هست، حتما انسایکلوپدیا آف تاکسیکولوژی یعنی دانشنامه سمشناسی رو، کتاب مال سال 2014 هست، دارم اینجا حالا ادیشن سومش هم هست میگم که آقای فیلیپ وکسلر نوشته، بخونین. توی ترمهاش در مورد تماما همه هورمسیس نوشته. هورمسیس یه ترم، یک تعریف جدیدی نیستش که کسی بخواد بیاره و از نو بگه. و حالا چون ایشون، من نمیدونم، ولی چون ایشون اشاره کرد، من اتفاقا اشاره کردم بیشتر برای سموم گفته میشه یا داروها، نه برای ورزش، ولی که اینکه کماکان میشه که دید شرایط رو بررسی کرد و رفرنسش اینجا هستش که حتما کامل چپترها رو مطالعه بکنید. چپترهای بسیار زیادی داره. حالا به جهت اینکه گفتم از این موضوع زیاد خارج نشم، میبینن که به رفرنس صحبت میشه. در مورد اینکه اشاره کردیم توی کیتوژنیک، من یه مقاله جالبی هم جلوم هستش، NCH Manion نوشته Very low carbohydrate diet and preservation of muscle mass، یعنی رژیم های بسیار کم کربوهیدرات و نگهداری ماهیچه ها یا ثبات ماهیچه ها و حالا عدم همون باز درصد هایی که اشاره کردیم و گفتیم، عدم کاهش حجم ماهیچه، وزن ماهیچه. ببینید اینجا توی این مقاله خیلی جالب هست، اومده در پاسخ به یکی دیگه که نوشته بوده کاهش میده، دلایلی رو آورده. اول ریویو آف استادی ها رو اشاره کرده، بعد در جواب کسی که به مقاله کی گفته I would like to compliment Noakes et al. On their well-controlled study comparing effect of different diets on body composition and cardiovascular risk. حالا خواسته در مورد این میگه توضیحاتی هم بده، اومده رسیده به اینجا، اومده اینجوری توی رژیم های کم کربوهیدرات توجیه کرده که چرا ما ماهیچه از دست نمیدهیم. یکی بحث شرایط آدرنالینیه که بالا میاد، یعنی افکتشو گذاشته آدرنرژیک استیمولیشن، یعنی فرایندهایی که آدرنالین بالا میاد، و در نهایت گفته که آدرنالین مانع از پروتئولیز یا میشه گفت تجزیه شدن پروتئین ها در ماهیچه های مخطط میشه. نکته دوم اومده گفته کتون بادی ها مانع از تخریب این موضوع میشن و آستانه لوسین رو هم میتونن بهبود ببخشن. بذارید اینجوری نگاه بکنیم، ما اون اسلایدی که نشون دادم، چربی هم وارد شد، به انرژی تبدیل شد توی ماهیچه، گلوکوز هم وارد شد، تبدیل شد، کتونه هم وارد میشه و دوباره وارد میتوکندری میشه و تبدیل میشه. پس بنابراین وقتی که میتوکندری های ما با یک تعداد مشخص 3 تا سوخت وارد میشه، پس بنابراین نیاز به یک، یعنی اگر بخوایم بگیم 100% نیاز بوده شده، قبلش 50-50 بوده، الان 3 تا سوخت شده میشه 33.33، اگر بخوایم خیلی ساده تقسیم بندی بکنیم. بنابراین با توجه به این شرایط وقتی کتون اضافه میشه، نیاز به گلیکوژن کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین اندورنس یا توانایی افراد در ورزش کردن هم بسیار بسیار بالا میاد که کماکان توی مقالات روز هم بهش اشاره شده.
پس بنابراین خود کتون بادی‌ها و رژیم‌های کم کربوهیدرات هم مشکلی با ورزش ندارن. اما اون 33.33 رو که اشاره کردم از درصد گلوکز رو هم افراد در نظر بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه از همون صحبت‌های ناقصی که همیشه میگیم بدن ما گلوکونوژنسیس انجام میدهد، دستش درد نکنه انجام میدهد، اما از کجا؟ چقدر گلیسرول؟ همینجا اشاره کرد توی همین مقاله میگه که ترم اصلی، اون آیتم اصلی به هر حال ماهیچه‌ها هست، گلیسرول هم به عنوان یه بکبون انجام بشه، کتون ها هم حتی انجام بشه، ولی اصلش ماهیچه هست. پس بنابراین اگر اون 33.33 هم دقت نکنه، افراد دقت نکنه، ممکنه که کاهش وزن ماهیچه‌ای داشته باشن. پس بنابراین میایم برای افراد بالانس میکنیم، میبینیم که فرد وزنش بالاست، فعالیتش زیاده، پس میتونه کاربوهایدرات یه مقدار بیشتر داشته باشه. نه، فرد شرایطش مساعدتره، وزنش کمتره، فعالیتش کمتره، کاربوهایدرات کمتری هم داشته باشه. نه اینکه یه نسخه رو بپیچیم برای همه و این موضوع باعث میشه که افراد به مشکل برمیخورن و اون وقت میندازن گردن ورزش کردن یا میندازن گردن موارد دیگه و میگن که نه رژیم ما درست. ما وقتی که آنتاگونیست هورمون‌های رشد رو پایین میاریم، یعنی در اصل قول اصلی که انسولین هست رو کاهش میاریم، کاهش میدیم، یه کامنت خنده‌دار دیدم میگه گردآتش خوابش بود، آنتاگونیست انسولین رو کاهش میدیم، ببخشید من باز حواسم به جایه، خود انسولین رو کاهش میدیم، آنتاگونیستاش یا مخالفاش بالا میره که گروث هورمون هست، از اصلی ترین هورمون های رشد هستش که میتونه توی رشد ماهیچه ها تاثیرگذار باشه. مسیر اینجا یه اشاره بکنم بعد حالا در ادامه صحبت میکنم، عمدتا پروتئین سینتزیس در ماهیچه ها با فعالیت مسیر امتور سیوان شروع میشود. یعنی باید این واژه‌ای که گفتم فعال بشه، این موتوره باید فعال بشه تا سنتز پروتئین اتفاق بیفته در ماهیچه‌ها، ماهیچه‌ها بزرگ بشه، خوشایند بشن و افراد شرایط مختلف داشته باشن. یکی از مواردی که این سیگنال رو میده به این امتور، گروث هورمون یا هورمون رشد هستش. نکته بعدی اینه که در رژیم‌های کم کربوهیدرات ما عمدتاً میزان، وقتی که میایم با رژیم وسترن دایت یا رژیم آمریکایی مقایسه می‌کنیم، میگه 60% کالری‌ها از کربوهیدرات‌ها هست، مثلا 20% یا 30% چربی، مثلا 15% پروتئین. درصد پروتئین درصد مشخص میکنه، در صورتی که ما میگیم افراد پروتئینشون رو به اندازه نیازشون با توجه به لین ماسشون، در اصل این هستش میزان ماهیچه خالصی که دارن، ولی خب عمدتا این کار رو الان انجام نمیشه و میام میگم بر اساس وزنی که دارین 1:1 به ذرایب بالاتر 8:1 پروتئین با کیفیت بالا استفاده بکنیم که آستانه لوسین برسه. این لوسین یه دونه آمینو اسیدی که باز اون هم روی سیگنال امتور تاثیر میذاره و مسیر ماهیچه‌زایی رو افزایش میده که آستانه لوسین رو میتونیم بهش برسیم. پس بنابراین اینجا اومده در جواب، توی این مقاله اومده در جواب کسی که ادعا کرده ماهیچه از بین میره توی کتوژنیک، اینجوری بررسی کرده و مقالات بسیار زیادی هم هستش که اشاره میکنه ورزشکارا کم نمیارن. اما در مورد همین هم اشاره بکنم که تریگرها یا فعال کننده های امتور همین لوسینیه که گفتم، خود انسولین و IGF-1 و گروث هورمون هستش. بنابراین برای راه انداختن این موضوع میتونیم به مواردی دقت بکنیم، اما انسولین چون یه کار انجام نمیده فقط، یه مقداری خطرناک هست و میشه گفت ماهیچه رو در کنار چربی بالا میاره که فرد چاق میشه. خیلی صحبت کردم، خیلی سپاس. اتفاقا چند تا شالوده مهم هم گفتی، همین در مورد رژیم‌های کتوژنیک و ثبات ماهیچه و اینها که اتفاقا توی بحث بعدی به دردم خواهد خورد در ادامه بحث. چطوره ما اینجا لایو رو تمام بکنیم دوباره برگردیم؟ نه مشکلی تقریبا نه یک ساعت شده. نه مشکلی نداره. اوکی. نه اینستاگرام جدید گفته هر چقدر دوست داری تریبون دست شما هستش. بسیارم عالی، بسیارم عالی، چون که خیلی با اینستاگرام و اینها آشنا نیستم، دیگه تیک تاک و اینا که اصلا آشنا نیستم. من به خاطر خوب کلی هم زیاد از گوشی استفاده نمی کنم. بسیار کار خوبی میکنی. خب در مورد اون حالا دو قسمت از حرفت رو با هم ارتباط بدم. درسته کسی که وزن زیادی داره، وزنی زیادی رو جابجا میکنه، ورزش زیادی رو انجام میده، کاملا درسته، ولی توقع نمیره که
عضلات زیادی داشته باشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که اتروفی بالایی داره، بدنش توانایی استفاده از چربی ها رو نداره. اینجا هست که دوباره هورمون ها مهم میشه. و باز همونجور که گفتید یه کتوسیس بدن عضلات بیشتری رو حفظ میکنه، ولی وقتی که ما رژیم های عادی داشته باشیم که کربوهیدرات بالایی داره، ما بدنمون بر مبنای قند داره کار میکنه، قندم که تموم شد میخواد بره سراغ گلوکونیوجنسیس و حتی ماهیچه ها رو تحلیل میبره و بدن دچار یه اتروفی شدید هست و عضلات به شدت مقدارشون پایین است. و حالا ما میخوایم در مورد ورزش به طوری صحبت بکنیم که همینجور که توی لایو قبلیمون در مورد بهبود مقاومت انسولینی، اهمیت مقاومت انسولینی صحبت کردیم، کلا جنبه های دیگری از زندگیمون هم بهبود ببخشه. کاهش وزن هم که یکی از اهدافمون هست، اون هم حاصل بشه. سیستم ایمنیمون هم قوی بشه، نه اینکه ما خودمون رو گرسنگی بدیم که فقط وزن کم بکنیم به هر قیمتی، به این قیمت که حتی عضلاتمون رو هم از دست بدیم، سیستم ایمنیمون ضعیف بشه و تو این شرایط به بیماری هم دچار بشیم و از بیماری هم جان سالم به در نبریم. پس ما تأکیدی که میخوایم بکنیم این هست که چجور ورزشی مقاومت انسولین رو بهبود میده. بن بیکمن توی کتابش Why We Get Sick یه جمله خیلی زیبایی داره: The best exercise is the one you'll do. بهترین نوع ورزش اون ورزشی هست که شما انجام میدید. یعنی اگر که من میگم فلان ورزش و فلان ورزش انجام میدید و اینها برای مقاومت انسولینی بهتره، شما اگر اون ورزش ها رو نمیتونید انجام بدید، اگر ورزش دیگری رو لذت میبرید، کلا حرفای من رو نادیده بگیرید، ولی ورزش رو انجام بدید، ولی اون ورزشی رو که بهش علاقه دارید و انگیزه انجامش رو دارید اون رو در پیش بگیرید. مهم این هست که خودتون رو حرکت بدین، بدنتون رو حرکت بدین، جا به جا بشید، نور خورشید بگیرید، با بقیه ارتباط برقرار بکنید، بیرون برید. همه اینها نتایج مثبتی برای شما داره، حالا از هر طریق ورزشی که باشه. حالا ما اینها رو که گفتیم، ورزشی که بتونه عضلات ما رو بیشتر بکنه، اون ورزش به ما کمک میکنه که مقاومت انسولینمون بهبود پیدا بکنه و در واقع حساسیت انسولینی پیدا بکنه. و از این از میون ورزش‌های به طور کل هوازی و بی‌هوازی، اینجا ورزش بی‌هوازی یا ورزش قدرتی، ورزش با وزن و مانند اون ارجحیت داره، ولی ورزش بی‌هوازی رو هم میشه به نحوی انجام داد که بله، قدرت رو درون خودش داشته باشه، چیزی که خیلی مد شده هیت های اینتنسیتی بله. اینتروال ترینینگ که به طور مقطعی ما شدت تمرین رو افزایش میدیم و بعد میاریم پایین، دوباره یه استراحت کوتاه، دوباره شدت ورزش رو بالا میبریم، دوباره میاریم پایین. اگر شما میتونید یه هفته 20 دقیقه ورزش بکنید، اگر 20 دقیقه اینجوری ورزش بکنید، بهتر از یک ساعت ورزش هوازی هست که با سرعت نسبتا پیوسته هست و آنچنان فشاری نمیاره. ولی اینجا که شما هی فشار رو ببرید بالا و بیارید پایین، هم عضلاتتون بهبود پیدا میکنه و هم توی زمان کمتری میتونید به اون هدفی که میخواید برسید توی مثلا 20 دقیقه، پس با زمان کمتر به هدف بهتری خواهید رسید. پس همینجا دارم مشخص میکنم که هدف که بایس من، که سوگیری من نسبت به ورزش های مقاومتی هست، ولی اگر هم ورزش های هوازی ورزشی هست که به شما لذت میده، هم رو دنبال بکنید. و اگر شما از ورزش هدف دیگه ای دارید، مثلا ورزش رزمی انجام میدید و یه سری رژیم تمرینی خاص برای اون انجام میدید، یه کار دیگه ای باید بکنید. اگر که میخواید دو ماراتون بشید، که اصلا باید روی هوازی تاکید بکنید، پس با توجه به هدفی که دارید، رژیم ورزشی شما هم تعیین میشه. و البته ما هدفی که دونه کمی باز بکنم، یه دونه ماراتون کار داریم، 2-3 سال کیتویی هستش، خیلی هم بولد اشاره میکنم بهش، اسمشون رو نمیدونم ولی خیلی بارها دیدم، ولی کن که باز خب منطقا اکسیژن بیشتری نیاز هستش برای بحث، حالا یعنی بحث ورزش هایی که طولانی مدت و استقامتی هست،
خب کربوهیدرات بیشتر میتونه این شرایط رو اعمال بکنه، ولی به هر حال بدن شیفت میکنه، سویچ میکنه بین شرایطی که هستش، بین حالا میزان ذخایر چربی و ذخایر کربوهیدراتی که داره بسته به نوع ورزشی که هستش. آره، حالا من هم کسی رو که دو ماراتون انجام میده پادکستش رو گوش دادم ولی اسمش رو یادم نمیاد، یا کسانی که قایق سواری خیلی، یه زوج بودن، یه قایق سواری خیلی زیادی انجام دادن، توی فیلم Run on Fat که باز همین استیون فینی و تیم نوکس و این ها هم پشت اون فیلم هستن، و باز کلن با تأکید بر رژیم کتوژنیک این کارا رو انجام میدن، ولی خب یکیشون چون که دو بار در روز ورزش میکنه برای بازسازی ذخایر گلیکوژنش میاد مقداری کربوهیدرات پس از ورزش استفاده میکنه. حالا اون کسی هست که در روز دو بار داره ورزش میکنه، ولی من و شما سری بعد که میخوایم ورزش بکنیم کربوهیدراتی هم مصرف نکنیم، ذخایر گلیکوژنمون باز تأمین میشه، بدنمون توانایی بازسازی اونها رو داره. پس حالا ما هدف رو مشخص کردیم که هدفمون این هست که ما میخواییم مقاومت انسولین رو بهبود بدیم، پس به خاطر همین هم ورزش های بی حوازی ارجحیت داره و حوازی هم اگر هیت انجام بدید و تمرین های تنشی بهش میگن، تناوبی تنشی انجام بدید، اونها توی مدت زمان کمتری به نتایج بهتری میرسید. حالا تمرین های مقاومتی همینجور که ما توی هیت قراره ورزش قدرتی رو، المنت های اجزای ورزش قدرتی رو وارد بکنیم، توی ورزش مقاومتی هم ما میخواییم المنت های اجزای ورزش حوازی رو وارد بکنیم. چجوری؟ ما میایم مقدار استراحت بین ست های ورزشی رو که میخواییم انجام بدیم حداقل میکنیم که اون ویو مکسمون هم تحت تاثیر قرار بگیره. پس مثلا اگر که من توی یک روز بار فیکس دارم و اسکات دارم و چند تا ورزش دیگه، شنا و اینها، این مدل ورزش های اینجوریه، حالا باشگاهی رو ندارم، یه اصطلاحاتی که هست رو متوجه هستم، ولی اون فیزیکی که اتفاق میفته رو خب بیشتر میتونم میگم مسیرهای متابولیکیش رو توی ذهنم الان بچینم با میزان فشاری که داری اشاره میکنی. آها درست، اوکی. بعد توی اینها متوجهم ولی داری چی میگی، منظورم این هستش که زیاد من خودم بدنسازی نه، من بیشتر ورزش های همون مثل حالا شنا و ورزش های حالا بسکتبال و این موارد بیشتر مد نظرم هست. درسته، برای خود به اصطلاح میگن whatever floats your boat، هر ورزشی که حالا هر چیزی که به شما اون انرژی رو میده و اون حس خوب رو میده، همون حرف اول. بله، پس حالا تمرین های مقاومتی که انجام میدیم که ما بدن رو تحت تنش قرار میدیم برای یه مدت خاص، برای یه تکرار خاص، ما میایم زمان استراحت بین ست ها رو کم میکنیم، مثلا 30 ثانیه بین هر ست استراحت میکنیم، بعد سریع میریم ست بعدی. این باعث میشه که از لحاظ فیتنس و تناسب سیستم قلبی، عروقی و تنفسی هم بهبود پیدا بکنیم. من دارم سعی میکنم واژگان رو فارسی بگم و توی ذهنم ترجمه بکنم. پس این از لحاظ استراحت بین ست ها، و در مورد تعداد ست ها عموماً روی 3 تا 5 صحبت میشه، ولی من روی کردی رو که اخیراً دارم دنبال میکنم و بسیار ازش راضی هستم این هست که یک ست از یک تمرین بیشتر انجام ندم، ولی تا حد ناتوان، تا حدی که مثلا ویدیوهای بارفیکس من رو که دیدید، وقتی که میپرم بخوام حتی بارفیکس رو بگیرم بیام پایین، نه اینکه خودم رو بکشم بالا، حتی برای اون هم دیگه توان ندارم اون سری آخر که میخوام انجام بدم. یعنی تا حد ناتوانی که اصطلاح انگلیسیش همیشه set to failure. اینجور اگر انجام بدیم باعث میشه که عضل سازیمون بهبود پیدا بکنه. و یه ویژگی مثبت دیگه هم که داره یک ست تمرین کردن اینه که بار روانی کمتری داره. میری باشگاه، میری ورزش بکنی توی پارک و اینها، نگران زمان نیستی و نگران این که حالا برای ست تا ست انرژی داری یا نداری نیستی، همون یه ست همه انرژی و هم و غمت رو
درش میذاری و اون رو به صورت کامل انجام میدی و میتونی تنوع‌های بیشتری رو هم بدی، چون که یه ست انجام بدی خیلی زود همه تمرینات رو انجام میدی، پس میدونی که میتونی ورزش‌های دیگه ای تنوع‌های دیگه ای هم به ورزشت بدی. خب من زیاد صحبت کردم، در مورد تعداد ست هم گفتم و اینکه در چه حد باشه، حالا شما هر نکته‌ای که دارید اضافه بفرمایید. این بین همزمان با صحبت‌های تو و نظرات تو داشتم یه چیزی آماده می‌کردم. ببینید این سبزها، اینجا ترم توضیح داده، میگه که این سبزهای مربع سبزی که می‌بینیم رگولیت می‌کنه مسیر امتور رو. خب ببینید این سبز سبز یه سری اینجا سبزهایی هستش که می‌بینید گذاشته دونه دونه و موارد مختلف. در مورد سهه گذاری روی صحبت شما که گفتین در حدی که خسته بشم و دیگه زور نداشته باشم به نفس نفس بیفتم و اکسیژنی که احساس میکنی بیاد پایین، یا به اصطلاح بهش میگن هایپوکسیا، یعنی سطح زیادی اکسیژن توی خون داره استفاده میشه برای متابولیزاسیون همون چربیایی که نشون دادیم. این دقیقا از مواردیه که رگولیت میکنه یا افزایش میده یا فعال میکنه مسیر امتور رو. من این عکس ها رو مال سل ساینس هستش، مال مجله ژورنال سل ساینس، امتور سیگنالینگ ات ا گلانس، در یک نگاه آقای دیوید ام ساباتینی نوشته، ساباتینی. و با توجه به این شرایط میبینیم که دقیقا حرف شما در مورد شرایط بی حوازی اینجا صدق میکنه که توی افزایش مسیر امتور میتونه که به خوبی کمک بکنه و با صحبت هایی که میبینیم، یعنی از روی حالا خیلی چیز ساده و خودمون بشینیم فکر بکنیم نیستش، از مقالات علمی و رفرنس های دنیا سعی میکنیم که توضیحات رو بدیم. کماکان همچنان یکی از بیس های بحث تغذیه ای که ما اشاره کردیم، یعنی بحث سلامتی تغذیه بود، نوع رژیمی که افراد میگیرن سلیقه‌ای و طبق توضیحات طولانی مدت باید باشه، نوع ورزشی هم که هست همینطور، و میزان استراحت خودشون رو با اون ورزش و نوع تغذیهشون بالانس بکنن، میتونن که در نهایت سلامتی بدنشون رو تضمین بکنن. صحبت هایی که در نظر من بود عمدتا در مورد ورزش میگم، چون من تربیت بدنی نخوندم که بخوام در مورد تربیت بدنی نحوه این مدل ورزش صحبت بکنم، ولی در مورد مسیرهای متابولیکی به خوبی متوجه هستم که نوع اون فعالیتی که هست داره چی کار میکنه. و باز هم میگم من مشکل خیلی ها فکر میکنن بس نوع ورزش هست، بس اینه که هنوز خیلی ها ورزش نمیکنن، خیلی ها هنوز توی این موضوع گیر کردن که ورزش نکنن یا بکنن، یا ورزش باعث خطر هست یا باعث التهاب هست و باعث خیلی از موارد دیگه. نه خیر، ورزش بکنید و به اندازه بدن خودتون فعالیت بکنید. یکی میتونه 1 ساعت ورزش کنه، یکی میتونه 30 دقیقه ورزش کنه. همه فکر میکنن فقط مسئله توانایی شاید باشه، یکی اصلا شاید وقتشو نداره، وقت نداره 1 ساعت ورزش بکنه، بعد 20 دقیقه بره باشگاه یا 20 دقیقه مسیر خونه تا سر کارشو پیاده بره. اولش پیاده میره، بعدن شاید بتونه بدوه. این خودش تغییره، یعنی این خودش زمین تا آسمون تفاوت داره ایجاد میکنه، تا اینکه ما بذاریم همینجوری ماهیچه آتروفی بشن، کوچیک بشن، مقاومت به انسولین افزایش پیدا بکنه، بیماری های متابولیکی افزایش پیدا بکنه، بعد مجبور بشیم یه عالمه قرص بخوریم، بعد یه دکتر بگه که تا ورزش نکنی چاق بشیم، به مهره ها و ستون و استخونا همه فشار بیاد، دکتر ارتوپد بگه دیگه نمیتونی بودی، باید بری تو آب راه بری. ما میخوایم به اون مرحله نرسه، هنوز این قسمت اولش هستیم. در مورد مسائل سنگینش من مبحث ورزش نوع حرکت و اینها رو قاعدتا هیچ توصیه‌ای نخواهم داشت، ولی کن که ورزش رو انجام بدن، افراد خودشون متوجه میشن. با تمام این لایو هم کامل ببینم، از اول گفتیم چجوری این مسیرها فعال بشه، حتی مسیر اکسیداسیون چربی جز از کتون سازی اتفاق میفته. دارم جنبندی میکنم چون صحبت از دیدگاه من صحبت هم تمام شد، بحث گلوکوز ها چه اتفاق میفته، بحث چربی ها چه اتفاق میفته، کتون ها چه اتفاق میفته و بدن چجوری میتونه سالم باشه. حتی خیلی ها فکر میکنم مقاومت به انسولین حتما باید با کاهش کربوهیدرات باشه، خیلی ها ممکنه 200 گرم کربوهیدرات بخورن ورزش رو شروع بکنن، شروع بکنه مقاومت به انسولینشون اصلاح بشه. حتما به میزان کربوهیدرات ارتباطی نداره،
کماکان داریم خیلی از ورزشکارهایی که کرب بالایی میخورن و درصد چربی پایینی دارن، بدن سالمی دارن و مقاومت به انسولین، قند خون اوکی دارن، همایار اوکی دارن و مشکلی ندارن. خیلی ممنون. اتفاقا باز برای امتور ممکنه به کمکت نیاز داشته باشم در مورد مسیرهای آنابولیک. و اینجا به یکی از سوالاتی که یکی از دوستان پرسیده گفتن که ببخشید میشه یک بار دیگه توضیح بدید، یعنی از همون ست اول تا ناتوانی پیش باید رفت؟ همینجور که گفتم یه دونه ست، ولی همون یه دونه ست رو در حد ناتوانی و مطابق و در تایید حرفی که زدی و همون چیزی که قبل از حتی شروع لایف همون حکایتی که از ابو سعید ابوالخیر گفتم اینجا تکرار میکنم، این هست که ابو سعید ابوالخیر رو توی یه جایی دعوت میکنن که سخنرانی انجام بده. ابو سعید هم میره که سخنرانی رو انجام بده، میگه هر کس هر جا هست یک قدم به جلو برداره و همین رو میگه و برمیگرده و بقیه بله. اون مشایخ هم میگن که هر چیزی که ما میخواستیم بگیم ابو سعید گفت. هر جا که هستید یک قدم بیاد جلو، اگر که فقط مسیر کارت و خونتون هست و میتونید پیاده برید اون رو پیاده برید، اگر که یه بخشش رو میتونید پیاده روی بکنید فقط همون یه بخش رو پیاده روی بکنید و این آروم آروم یک قدم هر بار بیاد جلو. این هم برای یه گریز زده باشیم به یه حکایت که از سنگینی بحث پس جا بکاهه. و چون که یه وقت قابل توجهی تا الان گرفته صحبتمون برای اینکه حوصله عزیزان سر نره، سعی میکنم یکم با سرعت بیشتری بگم بقیه مطالب رو و خلاصه بگم اگر ایراد نمیبینیم. حالا اگر حالا میگم باز این منم دیدم منم فکرم میدونی که گرم نیست، اگر نظری بودش و کامنت میذارن رو لازم بود من حتما در ادامه در نهایت در نظر میگیرم که جواب رضایت بخش. دقیقا. بله. خب حالا به ادامه بحث میپردازیم. این که باز از مزایای یک ست بگم اینه که وقتی فقط یه دونه ست انجام میدیم میتونیم حرکت، اول میبینیم که یه سری حرکت ها رو روی سری مهارت های خاص تاکید میکنیم، اونها سریعتر به نتیجه میرسن و میتونیم مدت ورزش رو افزایش بدیم. و در مورد تعداد دفعات گفتیم معیار این باشه تا حد ناتوانی، ولی چند بار تا حد ناتوانی باید طوری در نظر بگیریم که 5 تا 15 بار تا حد ناتوانی. و چیزی رو که مهمتر هست time under tension، زمانی که تحت فشار هست عضله، اون رو افزایش بدیم و این مهمترین تأثیر رو داره زمانی که عضله پیوسته تحت فشار باشه بر اینکه عضله پس از اون بیشتر رشد بکنه و عضلات بیشتری رو داشته باشیم. حالا توی این ورزش‌های مقاومتی ما میتونیم هم با وزنه انجام بدیم هم میتونیم بی وزنه انجام بدیم. بی وزنه خوبیش این هست که میتونیم از خونه شروع بکنیم، از همون خونه ما میتونیم اسکات بزنیم، از همین خونه میتونیم شنا بزنیم، دراز شست بریم و یه میله وست بکنیم برای بار فیکس. همین این کارا رو میشه از خونه شروع کرد. مقدار احتمال آسیب کمتره چون که بار اضافی نیست، باری رو که همیشه به دوش کشیدیم همراه خودمون داریم که بار بدن خودمونه، ولی وقتی توی باشگاه باشیم داریم وزنه میزنیم، اگر که یکم ببینیم دور و بریا دارن وزن زیاد میزنن ما هم به اصطلاح جوگیر بشیم یه 2 کیلو زیادش بکنیم ممکنه باعث جراحت بشه و مجبوریم که همیشه ازش خداحافظی بکنیم. بعضی وقتا که زمان زیادی رو دست کم به استراحت بپردازیم. اینها خوبی های ورزش هایی هست که با وزن بدن انجام میشه اما محدودیت داره. من اگر که بخوام این معیار رو در نظر بگیرم که یه ورزش یه حرکتی رو تا حد ناتوانی بزنم، مثلا اسکات رو تا حد ناتوانی بزنم، وقتی که هیچ وزنی نباشه خیلی راحت ممکنه حتی 30 تا 50 تا هم بزنم ولی احساس نکنم که فشار آنچنانی اومده. به خاطر همین ما مجبوریم که حرکت رو تغییر بدیم، مثلا به جای که اسکات هر دو پا رو درگیر کنه بریم سراغ پیستول سکوات یا اسکاتی که بر روی یک پا هست.
و اینجا یکی دیگه از مشکلات ورزش مقاومتی بدون وزن هست، یعنی وزن بدن هست، اینه که فرق بین اسکاتی که روی دو پا هست، اسکات عادی، و اسکاتی که روی یک پا هست، یا بارفیکسی که با هر دوی دست ها هست تا بارفیکسی که فقط با یک دست هست، تفاوت خیلی زیاد هست. و ما نمیتونیم بلا فاصله از زمانی که مثلا حتی میتونیم 10 تا بارفیکس بزنیم با دو دست، بریم حتی یه دونه بارفیکس با یه دست بزنیم. تفاوت خیلی زیاد هست و نیاز هست ما خیلی زیاد فکر بکنیم، ویدیوهای زیادی ببینیم، مثالهای زیادی ببینیم که چجوری این فاصله رو پر بکنیم که به تدریج به اون هدف برسیم. دارم تصور میکنم تمرین خیلی زیادی نیاز داره. کاملا درسته. مدت هاست من دارم روی اسکات یک پا کار میکنم، پای چپم هنوز قدرت پای راست رو نداره، در صورتی که مثلا اسکات عادی رو با وزنه 15 کیلوی روی بدنم بیشتر از 15 تا هم خیلی راحت میزنم، بعدش هم وزنه رو برمیدارم تا هر تعداد که بتونم بدون وزنه هم میزنم. ولی همون از دو پا که از حالت عادی که میریم روی یک پا، همون بار اولش هم ما مجبوریم که حتی از چارچوب مثلا در استفاده بکنیم، از چارچوب میلی بارفیکس و اینها استفاده بکنیم، یا از رزیستنس بند یا این کشهای مقاومتی استفاده بکنیم که به ما کمک بکنن ورزش رو انجام بدیم. بعد جناب تماسبی اینو دقیق میخواستم متوجه بشم، شما اشاره کردین که مثلا ست ها رو بریم بعد برسیم به اون در حد ناتوانیه، میخوام این رو متوجه بشم، هر ست رو در حد ناتوانی بریم یا ستامون رو بزنیم تهش دیگه فری تا جایی که زور داریم این کار رو انجام بدیم؟ هر ست رو تا حد ناتوانی بزنیم، یعنی طوری بارفیکس بزنیم که دیگه دونه آخر رو نتونیم بزنیم به هیچ وجه. هر ست رو آره دیگه خیلی سخت میشه. و اتفاقا روی باز عملکردمون توی ست های بعدی هم تأثیر میذاره و به طور کلی تعادلی بین همه اینها، بین همه حرکت ها انجام میشه. بعدش همونایی که اول سوزش ماهیچه برسیم، آره تا زمانی که به سوزش ماهیچه برسیم و دیگه نتونیم، اینجا لکتوزیدی که افزایش پیدا میکنه بعدا خودش میتونه یه پیش زمینه برای ساخت حتی کتون باشه یا حتی مغز استفاده بکنه ازش، اون لکتیک اسیدی که هست رو باعث افزایش کاگنیتیو فانکشن میشه یا حالا افزایش تمرکز افرادی که نیاز دارن. برای همین یکی از تکنیک هایی که حالا در موردش صحبت میکنم توی ماهیچه ها که به سوزش برسه. ولی خب اون وقت اینجوری میشه گفتش که ست ها تکلیف عددش مشخص نمیشه، مثلا میگی 4 تا ست پیشتایی قراره بزنم، ست اول 6 تا میزنی، ست بعدی 2 تا میزنی یا 3 تا میزنی، بعدی 1 میزنی. دقیقاً. ولی طوری حساب کنی که تقریبا بشه 5 تا 15. متوجه شدم. طبق تجربه، آره طبق تجربه ای که شناختی که از بدن خودمون به تدریج پیدا میکنیم، طوری بشه که بشه 5 تا 15 برای هم کنیم، بعد 30 ثانیه. روز اول یکی هم نشد، باز تلاش میکنیم روز دهم بالاخره آره. بشه. آره اصلا حرکت ساده ترش رو میزنیم. یه بار فیکس رو خیلی اول کار نمیتونن بزنن، چطوری که اول رزیستنس بند و یا اون کش رو توی دست خودشون، حالا من مجبورم گوشی رو بگیرم، نمیتونم دو دست رو بیارم بالا، تصور کنم دو تا دست رو بیارم بالا، پشت سر نگه میدارین، اون باند کشی رو باز میکنید و بسته میکنید، همین باعث میشه که این عضلات قوی بشه و شما رو آماده بکنه برای وارفیکس زدن. بعدش فقط نیاز هست شما آویزان بشید به میله. این زمانی آویزان شدن 1 دقیقه که شد، بعدش شما آماده اید که حالا اول عضلات اینجا رو متراکم بکنید، منقبض بکنید، بعد دوباره شل بکنید، بعد از اون تازه میرید سعی بکنید یه دونه بارفیکس بزنید. این دلست. همه زمان طول میکشه. پس حالا همینجور که گفتم از یه بار فیکس دو دستی زدن به بار فیکس یک دستی رفتن، تفاوت زمین تا آسمونه و ما مجبوریم این فاصله ها رو پر بکنیم که به اصطلاح بهش میگن پروگرشن و من گذاشتم توالی آسان به سخت اسمشون رو، و برای هر کدوم از اینها یه توالی آسان به سخت میخوایم. ولی توی زمانی که توی باشگاه هستیم و امکان استفاده از وزنه داریم، میدونیم سری خب 5 کیلو رو مثلا 7 بار زدیم، این سری میایم میکنیمش 6 کیلو، میکنیمش 5.5 کیلو. خیلی کمتر نیاز هست که این نوآوری ها داشته باشیم و کارمون ساده تر میشه. باشگاه این
کمک ها رو به ما میکنه، اضافه بار رو ساده میکنه برای ما. درست. ولی خب هزینه بیشتره و امکان آسیب هم وجود داره. و کار دیگه هم که میشه کرد اینه که ما بیایم تمرین های وزن بدن رو که به اصطلاح بهشون میگن کالیستنیکس، به صورت ویتد کالیستنیکس انجام بدیم. یعنی اگر که ما اسکات رو با وزن بدن اول شروع میکنیم، بعدش بیایم همون رو وزن دارش بکنیم، که این هم میتونه کمک کننده خب باشه. با فارسی اینا رو میگن ورزش های سوئدی، حالا من به فارسی یک بار آره فکر میکنم آره اتفاقا سوال خود من بود توی کامنت ها پرسیده بودم، ورزش های سوئدی. آره ورزش ها مثل حالا همون شنای سوئدی، ورزش هایی که با وزن بدن و شرایط بدن هستش کاملا دیگه، و حالا باهاش با وزن میخوایم این رو انجام بدیم، که خب خیلی هم سخته. مثلا پارالل رو من دیدم بعضی با وزن های سنگین میزنن، بسیار کار سختی هست، یا حالا بارفیکن رو با وزن میزنن، کار سختی هست، و خب اون مثلا بدنهای اونها خیلی متفاوت تر اون چیزی که من واقعا حالا دارم میبینم. جالبم هست، ویدیوهای جالبی تو یوتیوب داره، کارهایی میکنن، توانایی بدن رو نشون میده. قاعدتا هیچ کی از روز اول نمیتونه روی یک دست شنا بره، یا حالا روی چند تا انگشت شنا بره. منطقی هست کاملا. همون جوری که رژیم به نظر من، حالا من بیشتر در مورد تغذیه و شرایط متابولیکی بخوام صحبت کنم، همون جوری که روز اول اتفاق بعدش اتفاق نمیفته، یعنی چاقیش یه روزه هم بر نمیگرده و لاغری و سلامتی اتفاق نمیفته، ورزش هم همینه. یعنی ما همیشه متاسفانه یک شات یا یک عکس یا یک لحظه از یک فردی که تونسته دیده بشه میبینیم و میگیم که او این چی کار کرده، منم میخوام اینجوری بشم، اما دقت نمیکنیم که چه روزگاری بهش گذشته، چه سختی کشیده، چقدر حرف ها رو گوش داده، حتی به درست حتی به غلط، و صحبت ها رو دیده و رسیده تازه به اینجا که یه عکس که امکان دیده شدنش بوده یا نه رو ما از اون ببینیم. بنابراین همیشه به این موضوع باید دقت کرد. و عدمت برای همینه من روز اولم گفتم ورز اون مثلث سلامتی که در موردش همیشه صحبت میکنم طولانی مدته، اصلا مال یه روز دو روز نیستش که افراد همیشه دوست دارن که سریعا به نتیجه برسن. گفتم راه های سریع رسیدن به اون قسمت های زیبایی میشه عمل های جراحی، ولی که برای سلامتی واقعا زمان زیادی نیاز هستش. کاملا متی. حالا من ادامه رو هم شاید یه سریعش رو نتونم هم بگم چون که وقتمون داره از اون یک ساعت نیم ورزش، چون میگم ما نسبت به صحبتی که کردیم گفتیم ورزش رو انجام بدیم، ما هنوز رو قسمت اولش پای ریزی این موضوع رو داشته باشیم که بیان. حالا ممکنه یکی فوتبال دوست داشته باشه، بسکتبال دوست داشته باشه، والیبال دوست داشته باشه، هندبال دوست داشته باشه. اتفاقا این مدل ورزش ها هم شرایط های اینتنسیتی رو قشنگ دارن، یعنی هم ناگهان استارت زدن، مثلا یه فوتبالیست میبینیم ناگهان استارت میزنه، یا دویدن همه جا هم حوازی بی حوازی، حالت بی حوازی تو های اینتنسیتی اتفاق میفته رو داره، و حالا اون دست جمعی بودنش هم خودش میتونه کمک کننده باشه. من مخصوصا به افرادی که نوجوان هستن و توی سن رشد هستن بیشترین توصیه که میکنم اینه که این نوع ورزش ها رو بکنن، یعنی به عنوان یک رشته ورزشی جمعی بیشتر این رو داشته باشن، هم از لحاظ روانشناسی به این دیدگاه نگاه میکنن که توی جامعه باشن و پرورش داده بشن، هم اخلاقهای خوب رو یاد بگیرن، هم به عنوان ورزش و خسته کننده نباشه. چون یکی از حالا شاید مثلا به مقدار من خودم شخصا اینجوری هم، مثلا با وزنه و دمبل کار کردن تنهایی خسته میشم، میدونید میدونم دارم اون حرکت رو انجام تمرکز کردم، ولی انگار محیط همه هستن ولی تنهایی، و این اون جذاب مثلا برای شخص من ها، یه سری هم هستن باید تنها ورزش بکنم، من اصلا با اون نظر خودم رو دارم میگم، و یا مثلا ورزش های دیگه ای که حالا مثلا مثل شنا این موارد عمدتا سعی میکنم، مثلا شنا هم درست اندیویجوالیه نفر به نفره، ولی ترجیح میدم با یکی باشه با هم دیگه بخوایم این ورزش ها رو انجام بدیم، یا حتی دویدن یا پیاده روی هایی که میشه طولانی مدت یه همراهی همراهت باشه، تایمر متوجه شاید نشد، من اینجوری نگاه میکنم، ولی با هیچی بهتر. دقیقا یه نکته هم بگم برای آقای، حالا یه ذره فضا عوض شه، نزدیک عید خونه تکونی و این موارد هست، این هم خودش نوعی ورزش میتونه حساب بشه،
نردبون رو برم بالا بیام پایین و دیوار و پرده و جا به جایی و این موارد، بنابراین از فرصت استفاده بکنن. کاش از این فرصت ها به دید استفاده نگاه بکنیم و تاثیرش رو واقعا میبینیم، تاثیرش رو میبینیم و انشالله که خوب میره جلو، لاغر هم میشه. برای خودت هم درد سر درست کردی؟ عیبی نداره. هر حال ما میگیم از هر لحظه همون مسیر پیاده روی و تو کار رفتن و گفتیم سر کار رفتن واقعا فرصته. خیلی به این فرصت ها دقت نمی کنن. خیلی وقتا شاید توی یه تایم خیلی خالی که فرد واقعا هیچ کاری نمی کنه میتونه بلند شه، حتی چند تا دراز نشست بره، چند تا بار فیکس بره، چند تا پروانه بزنه، فقط به جهت اینکه گردش خونش بهتر میشه، شرایطش بهتر میشه، شاید خیلی کار خاصی نکنه ولی از هیچی بهتر، از هیچی بهتر، همون یه گام به جلو رفتن که گفتیم. خب پس شما گویا موافقی که همینجا بحث رو ببندیم و بقیه رو برای یه لایو دیگه زمان دیگه بذاریم؟ حتما، در مورد حالا باز بحث لایو دیگه رو به شور میذاریم، حالا از عزیزان نظر بدن، شرایطشون رو ببینیم که چی هستش، نظراتشون رو بگن، ما هم سعی بکنیم که توی اون مورد و مشکلاتی که هست رو سوال بکنیم، جواب بدیم به سوالاتشون. و اینکه من در نهایت یک باز دوباره اشاره میکنم به عزیزان به جهت اینکه اصلا علم چیز بسته‌ای نیست. من همیشه میگم علم همراه با تجربه است، یعنی شما دانش رو با تجربه و خوندن میتونید بفهمید. خوندنمون هم که خدا رو شکر ما میبینیم همه چیمون از اون ور، بخاطر اینکه اون ور خب سریعتر از ایران داره حرکت میکنه، عمدتاً از اون برستش. پس بنابراین منابع، دسترسی به منابع برای همه آزاد است و تجربه در کنار کاری که حالا هستش و شرایطی که هست به وجود میاد و میشه علم و آگاهی که میتونیم افراد انتقال بدیم. و اینکه شبیه بودن صحبت ها رو، عزیز من نمیدونم چرا ایشون انقدر این پایین ناراحته، شبیه بودن صحبت ها به خاطر اینه که ژنتیک انسان تعریف شده، بدن همه این همه کتابه، مثل این میمونه که ما به فلان سایت بگیم تو چرا فیزیولوژی گایتون رو اینجوری، خب فلان کسک هم فیزیولوژی گایتون نوشته، چرا فیزیولوژی هاتون یکی هسته؟ خب یکیه دیگه، خب چیشو معلوم چه چیده؟ آره من نمیدونم چرا شبیه هستش، اینشون ناراحت شباهت هستن، ببخشید که بدنها شبیه هست، من همینجا جلوی همه از شما عذر میخوام بابت این موضوع، ولی به هر حال منابع یکسانه، تحقیقات و یک سری بیسیک های اصلی داریم که همه جا تدریس میشه، دانشگاه تدریس میشه و بیوشیمی بیوشیمیه، تعریفش معلومه، درساش مشخصه، واحدهاش، ترمهاش، از همه چیش مشخصه و این حالا هورمون شناسی و بیوشیمی میشه. و همین جهت حالا ما سعی میکنیم در حد سوادمون اطلاعاتمون رو در اختیار مردم با تجربه هایی که داریم بذاریم و حالا مردم، عزیزان، رفرنس های مختلفی رو که مد نظرشون هست چک بکنن. خوشحال میشم از ما هم بپرسن، از رفرنس های دیگه هم بپرسن، هر چقدر بیشتر بپرسن با دلیل و اما اگر بدونن بهتر میتونن نتیجه بگیرن و طولانی مدتتر توی راه سلامتی قدم بردارن. این مهمترین چیزی هستش که من میخوام، چه من، چه 100 نفر دیگه، چه 1000 نفر دیگه، از روزی آدم هست یک روز نیست و اینکه فقط افراد بدونن، بتونن یاد بگیرن، ادامه بدن و این رو بتونن به نسل های بعدی خودشون انتقال بدن، هنر اصلیه که واقعا شاید بگیم رسالت ماییه که 2 ساعت صحبت میکنیم، از این گوشی استفاده میکنیم و وقت مردم رو میگیریم. شاید کار دیگه ای انجام میدادیم توی اینستاگرام، شاید متفاوتتر و جذابتر هم میبود، ولی خب هر حال این رو رسالت خودمون میدونیم. من در خدمتم، هر نکته ای، سوالی، چیزی هست پاسخگو هم و ممنونم که دعوت هم کردی و حتما سعی میکنیم که بحث های بیشتر، شاید حالا این لایو یه مقداری فقط و فقط به خاطر اون مسیرهای متابولیکیش به جهت اینکه بگیم ورزش بکنید، همین از اول این همه صحبت کردن به تاش برسیم ورزش بکنید، اینا رو گفتیم که افراد اون نقطه هایی که اون کد هایی که لازم است برای سرچ کردن رو داشته باشن و ببینم ما در چه چیزی صحبت کردیم. ببخشید سر همتون رو درد آوردم، حتما لایف های دیگه میبینمتون و سعی میکنم که پاسخگوی دقیق‌تر به سوالات باشم. همچنین من خیلی هم ممنونم ازت و خیلی ممنون از همه کسانی که تا این همه وقت با ما همراه بودن و
خسته هم نشدن، دستتون درد نکنه، دست همه درد نکنه، دست شما هم درد نکنه. آقای تارم سری پیروز کامیاب باشید. لایف سیف میشه، گذاشته میشه، تیکه بله. تیکه هم گذاشته میشه، توی یوتیوب هم گذاشته میشه، توی پادکست ها هم جناب طهماسبی زحمت میکشن میذارن عزیزان ببینن. به هر حال ما میگم بازم میگم ما در حد سوادمون صحبت میکنیم، بقیه هم در حد سوادشون صحبت میکنن. انشالله که به یک جنبندی علمی ما بتونیم این ایران رو در مورد بحث علمی متحد بکنیم خیلی مهم کرد. این هم شعار به قول معروف امشب خیلی مهم هستش از لحاظ علمی، به خاطر اینکه مباحثه علمی خیلی هنر میخواد. به نظر من در خدمتم. شب شما بخیر. شب برخیر. خوش من با کرونا خیلی خطرناکه این جدیده که داره میاد. حتما پیروز کامیاب باشی. خدا نگهدار. خدا.